من باید ببینم که چجور صحبت کنم که شنونده هام بیشتر بشن، و وقتی که میخوام بشینم بگم آقا این همه آدم دارن به حرفای من گوش میدن، یا اون کلامی رو بیان بکنم که مطلقا حقه و مفیده، حق رو دارم معنی میکنم. تقاضا میکنم عنایت کنید دوستانی که فیلسوفن فلسفه خوندن، بدونید ما به چی میگیم حقیقت. حقیقت در عرفان معنی فلسفی نداره، حقیقت در فلسفه یعنی مطابقت با واقع، درسته؟ یعنی یک چیزی که با واقع مطابقت بکنه بهش میگن حقیقت، غیر از این که نیستش. که اون چیزی که ما در عرفان بهش میگیم حقیقت، یعنی رسیدن من به جوهره وجودیم، حقیقت من شکوفا شدن، حقیقت تو شکوفا شدن، اونی بشی که میتونی باشی، این معنی حقیقت در عرفان. حالا بعضی میگن آقا حقیقت خب خیلی یک مسئله ذهنی است. آقا اینا رو ببین، اینا فلسفیه. ما وقتی که میگیم حقیقت یعنی این که من اون چیزی رو میگم که توی انسانی رو بتونه به جوهره وجودیت نزدیک کنه، یعنی حقیقت. بسیار به عرض من آید. حالا شما ممکنه بگی آقا خیلی از آدم ها که صحبت میکنن چیزی رو بگو به من که برای من مفیده، من الان این رو نمیفهمم، چیزی که مفیده رو به من بگو. آیا چیزی رو که تو فکر میکنی برات مفیده واقعا برای تو مفیده؟ خیلی پوینت ها. باز من سند خود شماها رو میگیرم. چقدر از شما دوستان 4 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبتهای منو گوش دادید؟ آی چی میگه؟ اصلا به درد من نمیخوره. مشکل من جای دیگه است. ولی الان با چه تمامیت وجودی تو هستی اوریانی؟ درسته؟ پس زمانی که من دارم صحبت میکنم، آیا اون چیزی رو بگم که مردم میپسندن، یا اون چیزی رو بگم که من در حقیقت بهش رسیدم، و اون چیزی رو بگم که میدونم به طور ایمانی، نه دانستگی فکری و دانشی، به طور ایمانی میدونم که اون راهگشاست برای تو؟ شما همین صحبتی که من دارم کنم، این مثال عکس من در چشم شما. شما بیان بینید تو تمام مساجد، بینید تو تمام کلیسه ها، این آخوندی که میره بالای منبر، یا اون کشیشی که میاد میره پشت این چیز وای میسه صحبت میکنه، اول چیزی که در نظرشه چیه؟ اینا نه تهمته، نه شوخیه، نه دروغه، این واقعیته. که ببین توی این کلیسای من، توی این مسجدی که من میرم بالای منبر، 500 نفر 1000 نفر میان میشینن، اون بغلیه یه آخوند دیگه میره 50 نفر هم نمیان. من میتونم جذابیت برای مردم داشته باشم، تو نداری. باید همش حواسش به اینا باشه. کشیشم باید همین کارو بکنه، باید چیزی رو مطرح بکنه که هی خیلی مردم بیشتر بشه، و یک عده ابله هم در کنار بشینن بگن آقا خب چون اینجا 10,000 نفر نشستن، اینا که نمیتونن همه اشتباه کنن، 10,000,000 نفر باشن میتونن اشتباه کنن، 10,000,000,000 باشن میتونن اشتباه کنن، چون هیچ کدوم اینا در خود نمیزیند. بسیار نکته مهم عزیز من. خب پس الان همین بیزینسی که به غیر از ملاها یا کشیشا یا کسی که خیلی آدمای دیگه پیدا کردن میان میشینن، دل یه عده‌ای مثلا از دین خونه، شروع میکنن هی به مقدسات توهین کردن. من نمیگم اینا خوبه یا بده، اصلا نمیدونه چی داره میگه، اونی هم که داره میشنوه نمیدونه این چی داره میگه، خودش هم نمیدونه چی داره میگه. یه صفحه کتابی رو میارن و میخونن، آقا این یه صفحه شد سند اینا، و یه عده هم دنبال اینا میاد، درا میافتن. یا چی میشه؟ ویو ها میره بالا، شنونده ها زیاد میشن، نه این گوینده در خود میزیه و نه اونها در خود میزیند.
چیزی رو دارن میشنون که فکر میکنن به نفعشونه. اینجاست که شما میبینید کسانی مثل شمس چرا اینقدر این زبون تند بوده. میگه عزیز من این ریاست، اون چیزی که صراحتن کلمه نفاق رو حضرت شمس به کار میبره، میگه این نفاقه که تو به خاطر این که شنونده هات زیاد باشن چهار تا آدم ابله بیان برات به به و کپ کپ کنن، چهار تا استاد فلان بیان تو رو بالا ببرن، تو داری اصل وجودی خودت رو از دست میدی. به خاطر همین من مه بر دهن میزنم. که اتفاقا بهش میگه بس چرا مولانا اینقدر حرف میزنی؟ میگه اون فرق میکنه. حالا یه وقتی برسم به این داستانا میرم. روابط عمومی هستی اوریان.